6 سال است به یاد پسر قربانیش روزها به محل کار او می رود. زلیخا نام دارد و در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب زندگی می کند. زلیخا دو پسر داشت. پسر بزرگش اسدالله مشهور به القاعده که راننده همین امبولانس در ریاست صحت عامه ولایت فاریاب بود. 6 سال پیش در یک حمله انتحاری در شهر میمنه جانش را از دست داد. حالا زلیخا هفته چندین بار به محل کار پسرش می آید، موتر او را پاک می کند و دلش را آرام می بخشد. ما در می شود خانه چی نیایم، خانه تخت ما نمی شود. من می بیدی القیده، ما خانه با شفاخانه کار می کنه. ما چی بیان این سن سی کنه، این سن سی کنه. ما تا راش یا رفقهش خدا امود دیدنه، خدا اسلامی کنه. بعد کم دلی ما آرام می شود، بعد پس با خانه می رویم. غلام فاروق همکار اسدالله میگوید دیدن مادری به این حالت برایش بسیار دردآور است. هر لحظه دیاد ما خود اسدالله میایه میبینیم که مثل زنده است، یعنی همین لحظه میترس سرزه داره، یکی در دل ما آرام میشه که نشه اسدالله شکر نه مادر داشته نه میامده همین کلپی رک میایه میتره رکی سنسون میکنه میخیزه میره. زلیخا میگوید 2 سال می شود که آمریت شهدا و معلولین فاریاب حقوق پسر قربانیش را نپرداخته است. اما آنچه که این آمریت می گوید در صورت درست بودن این ادعا به زودی به آن رسیدگی خواهد کرد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.